همونطور که پیشتر در مورد نصیرخانی و چهارپاره یا مرادخانی صحبت کردیم، بهتر هست که ما نصیرخانی رو نوعی چهارپاره بدونیم که با این گوشه کمی متفاوت هست و نام این گوشه رو بذاریم توسی. توسی منصوب به شهر توس، از شهرهای کهن و قدیمی ایران هست در استان خراسان، آرامگاه سراینده بزرگ شعر پارسی فردوسی، و بهتر هست که اون رو با ت دو نقطه بنویسیم چون گویش اون با ت دو نقطه بیشتر شباهت داره تا تای دستدار عربی. در ردیف سبا شاهد توسی درجه 4 ماهور قرار گرفته. موسی خان معروفی هم وقتی این گوشه رو میاره دقیقا شبیه به فیلی همون درجه 4 شور اهمیت پیدا میکنه، نوت فا. و موسی خان معروفی توسی رو از نصیرخانی جدا میکنه و نصیرخانی رو باز از چهارپاره جدا میکنه و نصیرخانی هم شبیه به اینجا نیست و شبیه به چهارپاره هم نیست. و معمولا نقطه مشترک این هست که توسی قبل از شکسته و فعلی میاد. برخی توسی و نصیرخانی رو همون چهارپاره میدونن و همه اینها رو یک گوشه در نظر میگیرن. آقای مهدی ستایشگر عنوان میکنه که مناسبتر هستش که توسی با دو بیتی یا فهلویات و با اون وزن اجرا بشه که در اینجا هم یه همچین حالتی شکل گرفته. دو بیتی در اجرای توسی ردیف منصوب آقای علی اکبر خان شهنازی که همین ردیف میرزا عبدالله باشه، باشه را اگر از تو جدا باشم نباشم، به غیری آشنا باشم نباشم، من بی دست و پا در زیر تیغت به فکر دست و پا باشم نباشم. اومده که ما اون رو تلفیق میکنیم و در این اجرا اون رو نشون خواهیم داد. و در قدیم هم همونطور که استاد علی تجویدی گفتن، شعری به نام شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی که بر همین وزن هست و وزنشون هر دو مفاعیلون مفاعیلون فعولون یا هزج مسدس محصوف هستش اجرا می شده. بنابراین توسی رو میتونیم به این شکل بدونیم و نصیرخانی رو همون چهارپاره بدونیم که در ابو عطا و ماهور اجرا میشه و میتونه در ماهور به گوشه های راک و اینها هم بره، هرچند معمولا در همون محدوده خاوران و درآمد میمونه.